بسیار خوب، ما فهمیدیم که انسان میتونه به طور فعال با محیط پیرامون خودش انطباق پیدا کنه. حالا بیاییم تا با یه مقایسه ساده ببینیم که شاخص متکامل بودن یک پدیده چیه؟ بر چه اساس میتونیم بگیم که این موجود زنده از موجود زنده دیگه متکامل تره؟ این گیاه برای انطباق با محیط پیرامون خودش چیکار میکنه؟ از طریق برگاش نور آفتاب رو میگیره، بعد با عمل فتوسنتز خودش رو زنده نگه میداره، از اون طرف آب و مواد غذایی رو با ریشه هاش جذب میکنه و سرپا میمونه. اما قدرت بنوش محدوده. اگر مدت زیادی بارون نیاد و آبی بهش نرسه، این درخت کارش تمومه. دنیای گیاه همینقدر. دنیای این پلنگ نسبت به اون درخت بزرگتره، خودش دنبال غذا میره، اگه اینجا احساس خطر کنه میره جای دیگه، با سرعت بالایی که داره میتونه هر طعمه رو شکار کنه. یعنی در یک کلام این پلنگ از اون درخت آزادتره و میتونه بر شرایط بیشتری خودش رو منطبق کنه. اما انسان چی؟ انسان برای غلبه بر اجبارات طبیعت ابزار ساخت، خونه ساخت، شهر ساخت، اعماق دریاها و آسمانها رو فتح کرد و حتی پاش به کره ماه هم رسید. گویی که انسان هیچ قید و بند طبیعی رو به رسمیت نمیشناسه و هنوزم برای گسترش توانمندیاش تلاش میکنه. با این حساب اون موجودی متکامل تره که بر محیط مسلط تره و همچنین از قید اجبارات محیط آزاد تره. به همین خاطر هم هست که تکامل رو اینطور تعریف میکنن: تکامل سیر مداوم از قلمرو به ضرورت به قلمرو به آزادی. گفتیم تطبیق پیدا کردن یعنی این که تسلط هرچه بیشتر بر محیط و هرچه بیشتر رها شدن و آزاد شدن از قید اجبارات. پس بنابراین رهایی جوهر تطبیقه.